Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great. And welcome back to another session of English class with Learn and Enjoy. I'm Sahar, and today we are gonna learn the possessive nouns. And what are exactly the possessive nouns? That is the form of apostrophe S added to a name or a noun. سلام همه. امیدوارم حالتون خوب باشه و به برنامه دیگه ای از درس‌های زبان انگلیسی با من سحر از مجموعه Learn and Enjoy خوش اومدید. امروز قرار هست که با هم به مبحث possessive nouns، اسم‌های ملکی یا اسم‌های مالکیت بپردازیم. و اصلا چی هستن این اسم‌های ملکی؟ تا حالا شنیدین که توی جمله apostrophe S به کار رفته. مثلا میگیم This is Sarah's book. اون apostrophe S که به Sarah چسبیده اون میشه possessive nouns. Possessive apostrophe S. و امروز قرار هست که به کاربردش، چگونگی استفاده از این و انواع مختلفی که ممکنه ببینیم و پیش بیاد بپردازیم. و همچنین یه شکل ملکی دیگه هم داریم که of هست. پس استفاده از of رو هم امروز یاد میگیریم. پس حتما تا آخر این درس با من همراه باشید، بشینید پای برنامه و دفتر و قلمتون هم آماده باشه که هر جا لازم شد نوت بردارید و یادداشت کنید اون موارد مهم رو. اما اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید، یادتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید و دکمه زنگوله بغل سابسکرایب رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن با خبر شید. So let's get started. Possessive nouns. همین ابتدای کار دقت کنید به تلفظ این کلمه. double s اول رو با صدای ز میخونیم. possessive نخونید. possessive nouns. possessive به معنی ملکی هست. اسمهای ملکی یا همون مالکیت. یعنی چی؟ یعنی چیزی به کسی تعلق داره. So we use possessive apostrophe s to show that something or someone belongs to a person or is connected to a place or there is a relationship. Something or someone is somehow related to someone, to another person. پس ما از این اسمهای ملکی یا مالکیت که همون apostrophe S در واقع بیس کارمون هست استفاده میکنیم برای اینکه نشون بدیم که شخصی یا چیزی به کسی تعلق داره، belongs to a person or is connected، یا اینکه باهاش در ارتباط، به گونه‌ای به هم وصلن یا ارتباط دارن یا به شخصی مرتبط هستن، مثل مثلا نسبت‌های خانوادگی و فامیلی. مثال‌ها رو با هم ببینیم. This is Sam's bicycle. In this sentence, apostrophe S here shows that the bicycle belongs to Sam. وقتی میگیم this is Sam's bicycle، این apostrophe S نشون میده که این دوچرخه متعلق به سم هست. این دوچرخه سم هست. توی فارسی یه ا یا یه میاریم برای نشون دادن این ارتباط یا مالکیت. مثال بعدی، Andy is، خب بگید ببینم چی باید بذارم اینجا. Andy is Emma's apostrophe S میخواییم. بچه ها دقت کنید، اگر شما بگید Andy is Emma brother معنی نداره. Andy هست Emma برادر. ممکنه اگر همچین چیزی رو بگید طرف مقابل حدس بزنه که چی میخواستید بگید و نتونستید کامل و درست بیان کنید. اما درستش اینه که با گذاشتن این apostrophe S ما این ارتباط یا تعلق رو نشون بدیم. Andy is Emma's brother. Andy برادر اما هست. ریلیشنشیپشون رو، نسبتشون رو داریم نشون میدیم. مثال بعدی، We are having a party at John's house. So here the house is for John. The house belongs to John. داریم میگیم که ما یک مهمونی داریم. We are having a party at John's house. کجا؟ در خانه جان. خانه ای که مال جانه، خانه ای که متعلق به جان هست.
خب و یادتون باشه همیشه ما این دومین کلمه رو داریم به اولی نسبت میدیم، یعنی این آپاستروفی اس نقش ا رو داره. ما تو فارسی میگیم برادر اما، اما تو انگلیسی اما بعد اول بیاد، اماز برادر. اینو حواستون باشه. توی فارسی میگیم خانه جان، در انگلیسی میگیم جانز هاوس. پس اول اسم رو میاریم، آپاستروفی اس رو در کنارش میذاریم و بعد اون اسمی که داریم میگیم مربوط به اون شخصه یا مال اون شخصه. مثال بعدی رو ببینید. Our children's toys are everywhere. Our children، بچه هامون. حالا داریم میگیم our children's toys، اسباب بازی های بچه هامون همه جا هستن. Everywhere یعنی همه جا. اسباب بازی های بچه هامون همه جا هستن. این اسباب بازی ها مال کی هن؟ مال بچه ها هستن، به اونها تعلق دارن و این آپاستروفی اس داره این مالکیت و این ارتباط رو در واقع نشون میده. مثال آخر رو این تخته رو ببینیم. The student's books are on the desk. Whose books are on the desk؟ کتابای کی روی میزه؟ کتاب های. خب اینجا چرا من فقط آپاستروفی گذاشتم؟ اسش کجا رفت؟ این اون مطلبی است که امروز میخوایم یاد بگیریم. در این جمله دارم میگم کتاب های دانش آموزان روی میز هستند. این کتاب ها مال چند نفرند؟ مال یک نفر نیستند. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که ما از آپاستروفی اس در کنار یک اسمی استفاده میکنیم برای اینکه نشون بدیم که چیزی یا کسی به نوعی به کس دیگه ای تعلق داره یا باهاش ارتباط داره. خب تخته رو پاک میکنم و حالا ببینیم که چه فرم هایی از این آپاستروفی اس رو ما ممکنه ببینیم و هر کدوم رو در کجا به کار ببریم. جایی نرید، زود برمیگردم. برای استفاده از آپاستروفی اس ما سه تا قاعده داریم. البته در واقع دو تا قاعده داریم که خیلی هم سخت نیست، ولی خب من اینجا تو سه بخش براتون گفتم. The first rule: we add apostrophe s. این رو بچه‌ها تو فارسی میگیم آپاستروف، ولی در انگلیسی آپاستروفی، یعنی ای آخر کلمه رو میخونیم. We add apostrophe s to singular nouns. به اسم های مفرد ما آپاستروفی اس اضافه میکنیم. بچه ها حواستون باشه این اسم که میگم هم میتونه نیم باشه، یعنی اسم شخص مثل سارا، تام، کیت، بیل، یا این که میتونه اسم عام باشه مثل مثلا فادرز کار، مای فادرز کار، the student's book. خب student و father به لحاظ دستوری اسمن دیگه، فعل و صفت که نیستن. پس به اسم های مفرد آپاستروفی اس میچسبه. مثل چی؟ Tim's father is a doctor. خب تیم یه نفر دیگه، آپاستروفی اس، پدر تیم. Tim's father is a doctor. مثال بعدی، Is that Lucy's bag? Lucy یه نفر باز. Is that Lucy's bag؟ اون کیف لوسی هست، اون کیف لوسیه. حالت دوم که خیلی مهمه، البته یه حالت نیست، اگه ما یه چیزی رو بخوایم بگیم متعلق به چند نفره، یعنی یه دونه اسم نداشته باشیم، دو سه تا اسم، مثلا یه خونه متعلق به تام و مری و سارا و بیل، چهار نفرن یه خونه دارن دیگه، اون یه خونه متعلق به همه این چهار نفره، این رو چجوری باید بگیم؟ When something belongs to more than one person, put apostrophe s after the last name. ما نمیایم برای تک تک اسم آپاستروفی اس بذاریم، فقط و فقط آخرین اسمه که آپاستروفی اس میگیره. مثال رو ببینید. لیسا and Harry's school. اینجا من میخوام بگم مدرسه لیسا و هری. مدرسه لیسا، مدرسه هری دیگه، مدرسه هر دوتاشون یه مدرسه است، ولی نمیگم لیساز and Harry's. فقط اسم آخری آپاستروفی اس میگیره. اگه سه تا اسم بود، پنج تا اسم، ده تا اسم هم بود، باز همین اتفاق میفته، فقط اسم آخر آپاستروفی اسم میگیره. Lisa and Harry's school is near their house. مدرسه لیسا و هری نزدیک خونهشونه. حالت بعدی که پیش میاد، اسمتون ممکنه جمع باشه.
و خود اسم اس گرفته باشه. مثلا وقتی میگیم students، دانش آموزان، ladies، خانوم ها، بانوان، اینجا چی کار کنیم؟ یه اس که خودش گرفته. We add only apostrophe, only apostrophe to plural nouns ending in s. اگر اسمی خودش جمع باشه و این جمع آخرش اس باشه، یعنی جمعای غیر irregular نمیگم، جمعای بیقاعده رو نمیگم، مثل men, children, women, people، اینا رو کاری نداریم، اینا اسی ندارن. جمعهایی که اسمایی که جمع باشن آخر اون جمع اس داشته باشه کلمه، دیگه ما نمیایم آپاستروفی اس بذاریم، فقط یه آپاستروفی میذاریم آخرش. مثال ها رو ببینید کامل متوجه میشید. This is my parents' house. خب my parents، parents یعنی والدین، پدر و مادر، mother and father دو نفرن، کلمه اون اس داره خودش. This is my parents. فقط ما اینجا چون این جمع هست اس داره یا آپاستروفی میذاریم. This is my parents' house. این خانه والدین منه، این خانه پدر و مادرمه. یا مثال بعدی، توی بیشتر توی دیپارتمنت استورا، شاپینگ مالا، مثلا میرین میگین که لباس خانوما کدوم طبقه است، کفش آقایون کدوم طبقه است. خب کفش آقایون، لباس خانوما، those are ladies shoes. خب ladies یعنی خانوما، بانوان، اس داره دیگه، شکل جمعه، جمع lady، ladies چون جمعه و آخرش اس اومده ما فقط آپاستروفی میگذاریم. و اما خب برای اون اسمایی که جمعن اس ندارن چی؟ مثل همون men, children, women, people، اونا از همون قاعده عادی پیروی میکنن چون اسی توشون وجود نداره. مثال رو براتون اینجا نوشتم، مثلا men's shoes are on the first floor، کفش آقایون طبقه اوله. خب men جمع اما اس نداره، irregular noun هست دیگه، irregular plural هست، من بوده، من شده men جمع، چون اس نداره ما اینجا همون آپاستروفی اس رو اضافه میکنیم. پس این از قاعده آپاستروفی اس و آپاستروفی تنها که استفاده بشه. خب تخته رو پاک میکنم. یه نکته کوچیک دیگه در مورد اینها داریم به اضافه کاربرد آو، با من همراه باشید. برای استفاده از آپاستروفی اس ما سه تا قاعده داریم، البته در واقع دو تا قاعده داریم که خیلی هم سخت نیست، ولی خب من اینجا تو سه بخش براتون گفتم. The first rule: we add apostrophe s. این رو بچه‌ها تو فارسی میگیم آپاستروف، ولی در انگلیسی آپاستروفی، یعنی ای آخر کلمه رو میخونیم. We add apostrophe s to singular nouns. به اسم های مفرد ما آپاستروفی اس اضافه میکنیم. بچه ها حواستون باشه، این اسم که میگم هم میتونه نیم باشه، یعنی اسم شخص مثل سارا، تام، کیت، بیل، یا این که میتونه اسم عام باشه مثل مثلا فادرز کار، مای فادرز کار، the student's book. خب student و father به لحاظ دستوری اسمن دیگه، فعل و صفت که نیستن. پس به اسم‌های مفرد آپاستروفی اس میچسبه. مثل چی؟ Tim's father is a doctor. خب تیم یه نفر دیگه، آپاستروفی اس، پدر تیم، Tim's father is a doctor. مثال بعدی، Is that Lucy's bag? لوسی یه نفر باز، Is that Lucy's bag؟ اون کیف لوسی هست، اون کیف لوسیه. حالت دوم که خیلی مهمه، البته یه حالت نیست، اگه ما یه چیزی رو بخوایم بگیم متعلق به چند نفره، یعنی یه دونه اسم نداشته باشیم، دو سه تا اسم، مثلا یه خونه متعلق به تام و مری و سارا و بیل، چهار نفرن یه خونه دارن دیگه، اون یه خونه متعلق به همه این چهار نفره، این رو چجوری باید بگیم؟ When something belongs to more than one person, put apostrophe s after the last name. ما نمیایم برای تک تک اسم آپاستروفی اس بذاریم، فقط و فقط آخرین اسمه که آپاستروفی اس میگیره. مثال رو ببینید، لیسا and هری's school. اینجا من میخوام بگم مدرسه لیسا و هری، مدرسه لیسا، مدرسه هری دیگه،
مدرسه هر دوتاشون یه مدرسه است. ولی نمیگم لیساز and هریز، فقط اسم آخری آپاستروفی اسم میگیره. اگه سه تا اسم بود، پنج تا اسم، ده تا اسم هم بود، باز همین اتفاق میفته، فقط اسم آخر آپاستروفی اسم میگیره. Lisa and Harry's school is near their house. مدرسه لیسا و هری نزدیک خونهشونه. حالت بعدی که پیش میاد، اسمتون ممکنه جمع باشه و خود اسم اس گرفته باشه. مثلا وقتی میگیم students، دانش آموزان، ladies، خانوم ها، بانوان، اینجا چی کار کنیم؟ یه اس که خودش گرفته. We add only apostrophe, only apostrophe to plural nouns ending in s. اگر اسمی خودش جمع باشه و این جمع آخرش اس باشه، یعنی جمعای غیر irregular نمیگم، جمعای بیقاعده رو نمیگم، مثل men, children, women, people، اینا رو کاری نداریم، اینا اسی ندارن. جمعهایی که اسمایی که جمع باشن آخر اون جمع اس داشته باشه کلمه، دیگه ما نمیایم آپاستروفی اس بذاریم، فقط یه آپاستروفی میذاریم آخرش. مثال ها رو ببینید کامل متوجه میشید. This is my parents' house. خب my parents، parents یعنی والدین، پدر و مادر، mother and father دو نفرن، کلمه اون اس داره خودش. This is my parents. فقط ما اینجا چون این جمع هست اس داره یا آپاستروفی میذاریم. This is my parents' house. این خانه والدین منه، این خانه پدر و مادرمه. یا مثال بعدی، توی بیشتر توی دیپارتمنت استورا، شاپینگ مالا، مثلا میرین میگین که لباس خانم‌ها کدوم طبقه است، کفش آقایون کدوم طبقه است. خب کفش آقایون، لباس خانم‌ها، those are ladies shoes. خب ladies یعنی خانم‌ها، بانوان، اس داره دیگه، شکل جمعه، جمع lady. Ladies چون جمعه و آخرش اس اومده، ما فقط آپاستروفی میگذاریم. و اما خب برای اون اسمایی که جمعن اس ندارن چی؟ مثل همون men, children, women, people، اونا از همون قاعده عادی پیروی میکنن چون اسی توشون وجود نداره. مثال رو براتون اینجا نوشتم، مثلا men's shoes are on the first floor. کفش آقایون طبقه اوله. خب men جمع اما اس نداره، irregular noun هست دیگه، irregular plural هست، من بوده، من شده men جمع، چون اس نداره ما اینجا همون آپاستروفی اس رو اضافه میکنیم. پس این از قاعده آپاستروفی اس و آپاستروفی تنها که استفاده بشه. خب تخته رو پاک میکنم. یه نکته کوچیک دیگه در مورد اینها داریم به اضافه کاربرد آو، با من همراه باشید. دو تا نکته دیگه در مورد آپاستروفی اس داریم. اولیش names ending in s. names گفتیم یعنی چی؟ یعنی اسم خاص، اسم افراد، اسم آدما. خب یه سری اسم مثل تام، مری، لوسی، بیل، کیت، جان و غیره، خب اسمن دیگه، آپاستروفی اسم میگیرن. یه سری اسم هستن در زبان انگلیسی که خودشون آخرشون اس دارن، با اونا چی کار کنیم؟ مثل تامس، تامس اس داره، مثل جیمز اس داره، یا مثلا سمیتس، خانواده اسمیت ها. خب اینهایی که اسم داره رو چیکار کنیم؟ در اینجا دو حالت پیش میاد که هر دوتاش درست هست. میتونید به این اسم، ببینید بچه ها اسم جمع نیست، اسم یک شخصی که آخرش اس داره، تو خود اسم اس هست، میتونیم آپاستروفی اس اضافه کنیم، میتونیم هم فقط آپاستروفی اضافه کنیم. هر دوتا رو ممکنه ببینید به چشتون بخوره، اما مورد اول رو بیشتر استفاده میکنن، یعنی آپاستروفی اس به اسم ها اضافه میکنن. و خب چجوری بخونیم؟ تامس اینجوری که نمیتونیم بخونیم، این رو معمولا به شکل ز میخونن، یعنی میگن تامسز از میخونن، تامسز بوک، یا جیمزز شاپ، جیمزز شاپ، تامسز بوک. اما اگر فقط آپاستروفی بذارید بگید تامس بوک اور جیمز شاپ. خب پس هر دو حالت کاربرد داره، اما اولی بیشتر استفاده میشه. مورد بعدی که داریم، The possessive is used to refer to shops, restaurants, etc.
using the name or job title of the owner. یعنی چی؟ گاهی اوقات ما از اسم شخص یا عنوان کاریش، مثلا dentist, butcher, baker, doctor، اینا عنوان کاری هم دیگه، قصاب و بقال و نمیدونم نانوا و دندان پزشک و دکتر، از اسم شخص یا عنوان کاری شخص همراه با possessive form یعنی apostrophe s استفاده میکنیم برای اینکه در مورد مغازه شخص، محل کار شخص یا اسم رستورانی صحبت کنیم. چجوری؟ به این صورت: Let's go to Luigi's for lunch. خب این Luigi's، Luigi اسم شخصه، شخصی به اسم Luigi رستوران داره، میگه Let's go to Luigi's for lunch. بیا بریم رستوران لویجی برای نهار. لویجیز ما اینجا میفهمیم که محل کارشه، رستورانشه یا اون شاپیه که داره. یا مثلا I have an appointment at the dentist's at 11 o'clock. خب اینجا dentist یعنی دندان پزشک، اما وقتی میگیم dentist's منظورمون dentist's office هست، یعنی مطب دندان پزشکی. پس میگه که من یک قرار ملاقات در مطب دندان پزشکی ساعت 11 دارم. یا مثلا Let's go to the doctors. I feel sick. I want to go to the doctors. یعنی doctor's office، میخوام برم مطب دکتر. برای baker هم همینطور. Bakers. She is going to the bakers. Do you want anything? داره میره نونوایی. چیزی میخوای؟ خب پس این کاربرد رو هم یادتون باشه. و اما یه نکته رو همینجا دیگه ننوشتم، فقط اشاره میکنم و رد میشم ازش. آپاستروفی اس حواستون باشه، مخفف ایز هم هست، ولی هر جا شک کردید که الان این آپاستروفی اس مالکیته یا ایز هست، میتونید جدا کنید، به شکل ایز بنویسید، ببینید اصلا معنی میده یا نه. مثلا اگه اینجا بگید تاماس ایز بوک، تاماس که کتاب نیست که، پس معنی نمیده، قطعا اینجا مالکیته. یا Let's go to Luigi is for lunch معنی نداره. Let's go میگه بیا بریم به، قطعا باید به یه جایی باشه. پس میفهمیم که این مالکیت هست. و نکته آخر درس که بسیار مهم هست، We use of O-F of میخونیم بچه ها، of نخونید، of O-F-F هست به معنی خاموش. مثلا میگیم The light is on، The light is off، اما این رو میخونیم of و. We use of to show something is a part of something else. خود اینجا هم of تازه به کار رفته. Something is a part of something else. Or to show possession for non-animated things. Non-animated. خب non-animated به معنی غیر جاندار هست، یعنی انسان نیست، حیوان هم نیست، شیء. از of ما برای این استفاده میکنیم که نشون بدیم چیزی بخشی از چیز دیگری هست. مثلا دیوار خونه، دیوار اتاق، دیوار بخشی از خانه است. در ماشین، در یه بخشی از ماشینه. یا مثلا پنجره کلاس، پنجره بخشی از کلاسه. پس برای این که نشون بدیم که چیزی بخشی از چیز دیگری است، یا این که بخوایم نشون بدیم که چیزی متعلق به یک بیجان هست، انسان و حیوان نیست. مثال رو ببینیم کامل براتون روشن میشه. The legs of the table. خب leg یعنی پا، اما برای میز و صندلی اینا به معنی پایه به کار میره. The legs of the table یعنی پایه های میز. اینجا دیگه ترتیبش مثل فارسیه، یعنی همون ای که میگیم و به همون ترتیب میخونیم. اگه یادتون باشه آپاستروفی اس رو باید برعکس میگفتیم، یعنی اگه من میگفتم ساراز بوک، توی معنی فارسی میگفتم کتاب سارا، اما وقتی میگم the legs of the table میگم پایه های میز. پایه ها متعلق به میزن، بخشی از میزن. یا the door of the car، در ماشین، ماشین غیر جان داره، درم بخشی از ماشینه. یا the windows of the classroom، پنجره های کلاس. خب تو جمله هم بخوایم به کار ببریم، مثلا میگیم که the legs of the table are made of metal، پایه های میز از فلز ساخته شدن. یا the door of the car is damaged، در ماشین آسیب دیده. یا the windows of the classroom are open، پنجره های کلاس بازن. خب این هم از کاربرد of که این هم نوع دیگری از بیان مالکیت هست.
دوستان عزیز، درس امروزمون به پایان رسید. در انتهای درس مثل همیشه من براتون تعدادی تمرین گذاشتم در مورد آپاستروفی اس یا آپاستروفی. یه تعدادی جمله دارین، در پایان جمله ها اسم هایی رو میبینید که شما باید ببینید که باید به اونا آپاستروفی اس اضافه کنید یا فقط آپاستروفی. حتما تمرین رو حل کنید. Hi, I'm Swan. Hello, I'm Natalie. Where is Ms. Moore? She's sick today. Oh no, is the grammar test today? Yes, it is. Okay, this is the teacher's book, but where are the students' test papers? They are in Ms. Moore's desk. Oh, well, it's locked now. Where is the key? I don't know, sorry. Oh well, no test today then. Wait. It's there, right in my pocket. خب دوستان عزیز، درس امروز به پایان رسید. امیدوارم کاملا طرز استفاده از آپاستروفی اس یا آپاستروفی و آف رو یاد گرفته باشید. یادتون نره که حتما تمرین های پایان درس رو حل کنید و در ابتدای جلسه آینده میتونید پاسخ اونها رو ببینید و حتما اگر سوالی داشتید در کامنت ها برای من بذارید و اگر نظر یا پیشنهاد یا هر صحبت دیگه ای که با من داشتید کامنت بذارید و لایک هم فراموش نشه. Till next session, take good care of you and goodbye.